پیام مهم. این ویدیو حاوی محتویاتی است که برای افراد زیر 15 سال مناسب نیست. لطفاً نبینید دیگه، بچه‌های زیر 15 سال نبینن. این فیلم هم خودش منفی 15، منم مجبورم این ویدیو رو منفی 15 بکنم که حرفامو بزنم. سلام، احوال شما؟ فیلم سینمایی یه زیر نظر رو ببینیم یا نه؟ خانم ها، آقایان، بلند کنید. کمدی زیر نظر. مجید صالحی ساخته، رضا عطاران بازی میکنه، امیر جعفری بازی میکنه، مهران احمدی بازی میکنه، نه احمد مهرانفر. این مهران احمدی، این احمد مهرانفر با هم دیگه اشتباه میگیریم. آزاد صمدی بازی میکنه، احتمالاً حضور افتخاری ریما رامینفر و با حضور لیونل مسی یا بدل مسی. بدل مسی. محسن با عجله وارد خونشون میشه تا به امید بگه که جمع کن بند و بسات و اینا، چون هر دو اهل بخیان، برو زنم داره از شما برمیگرده خونه. میبینه مبلی که تازه خریدن، کاناپه‌اش سوراخ شده. همه چیز از این سوراخ شروع میشه. قصه این فیلم در مورد این سوراخ روی مبله. چرا سر خود خلاقیت به خرج میدی؟ سوراخ مبل من، سوراخ تو هم هست. اینکه سوژه اصلی فیلم یه سوراخه، عجیبه. به نظر من هیچ اشکالی نداره، به این شرط که از این سوراخ برسیم به یک داستان بست و گسترش داده شده، یه باحال جذاب که کمدی هم هست، هدفش خندوندنه، کلی به خندونتمون. هیچ ایرادی نداره که سوژه یه فیلم کاناپه‌ای باشه که وسطش سوراخه، به این شرط که اون اتفاق بیفته. مجید صالحی کارگردان این فیلم، فکر می‌کنم همه چیز براش از مجید دلبندم شروع شد، خیلی نوستالژیه، یادتونه؟ بعد اومد جلوتر کارگردانی کرد، سریال کمدی سر در چاه رو ساخت سال 87 که واقعا بمب بود، خیلی خنده دار بود، خیلی بانمک بود. هنوز که هنوز بخشایش توی فضای مجازی داره دست به دست میشه، دیده میشه، هنوز مردم میخندن باهاش. خب این نوید اینو میده که کارگردان کمدی خیلی خوب وارد تلویزیون ایران شده. اومد جلوتر کارهایی ساخت، همین الان توی نمایش خانگی سالهای دور از خانه رو داره که مفصل میشه در مورد اون جداگانه صحبت کرد. و فیلم سینمایی زیر نظر که اولین اثر سینماییشه، به تازگی اکران شده. در مورد این فیلم میخوایم حرف بزنیم. فیلم خوب شروع میشه، این قدمای اول خوب برمیداره. چرا؟ چون ریتم داره، دیالوگ با نمک داره، فضای کمدی خوبی ساخته میشه و مخاطب توی سالن سینما به خودش میگه که آره، من قرار یه فیلم کمدی خوب ببینم. با خیال راحت تکیه‌مون رو دادیم و آماده شدیم برای اینکه کلی بخندیم، چون به نظرمون فضای کمدی فیلم ساخته شد توی اون دقایق ابتدایی. و به خودمون گفتیم کامنت‌های منفی که در مورد فیلم می‌دیدیم پس چی بود؟ نه، حتما از روی بی‌سلیقگیشون بود که این همه کامنت منفی داده بودن در مورد فیلم سینمایی زیر نظر. 20 دقیقه که از فیلم می‌گذره دیگه نیاز قصه تکونی بخوره که نمی‌خوره. یعنی اتفاقات بی‌منطق میاد وارد داستان کمدی زیر نظر میشه. هیچ اشکال نداره ها، اصلا اتفاق بی‌منطق می‌افته، اما ما اومدیم بخندیم. اصلا هدفمون هم این نیست که چیزی دریافت کنیم از این فیلم، اومدیم بخندیم، اتفاق بی‌منطق خنده دار به ما نشون بده. ولی وقتی اتفاق بی‌منطق بی‌نمک توی فیلم میفته، ارتباط مخاطب با فیلم قطع میشه. بازم امید داریم، میگیم خب شروع خوبی بود، بذار خورده دیگه صبر کنم، شاید بهتر شد. ولی هرچی جلوتر میره انگار این فراینده نزولی میشه و اونجاست که دیگه شروع میکنی توی صندلیت به لولیدن که خب خواهش میکنم منو سرگرم کن، ولی نمیکنه این کارو، نمیتونه این کارو انجام بده. صفت همه چیز بود. حالا چرا این تکون رقم نمیخوره؟ قصه که این فیلم داخل یه ساختمون داره میگذره. ما توی این ساختمون یه خانومی رو میبینیم که دنبال مرد زن داره. مردای ساختمونم که همشون یا سر و گوششون میجنبه یا یکیشون که مثلا مورد نداره اهل بخی است. اوکی، یعنی این ساختمون سهم فساد خودش رو ادا کرد، دیگه جا نداره. حالا میخوان تکونش بدن، میان یک زن دیگه ای رو وارد داستان میکنن که انگار بدکار است و هی پکیجش خراب میشه. مردا رو میاره تو خونش که این پکیج رو نشون بده که اینا تعمیرش بکنن. یه اتفاقی براش افتاده که قصه میخواد از اینجا به بعد بره حول ماجرای این زنی که اصلا نمیبینیمشم. اما اصلا این کجا اومد تو قصه؟ چه ربطی به داستان زیر نظر داشت واقعا؟ پکیجش خوشت اومده و پابند شده. مثلا اینه که برنج تو دیسک هم بیاد بری برداری، مثلا سنگ برداری بذاری تو دیسک جای برنج. خب این سنگو که ما نمیتونیم بخوریم سیر بشیم، ما برنج میخوایم. این زنه مثل این سنگیه که میذارن توی دیس. به من نمیخوام مثل بقیه بیفتم به جون فیلم که چرا شوخی های مبتذل، این سینمای ابتذال و شوخی های جنس. در تمام دنیا
سینمایی که شوخی‌های جنسی داخلش هست وجود داره، ردبندی سنی قرار میدن برای فیلم. الان این فیلم منفی 15. سوال من اینه کی مسئوله که فردی که زیر 15 سال سن داره وارد سالن سینما نشه؟ کی مسئوله؟ دیشب که ما این فیلمو دیدیم، ردیف جلویی آقا با خانوم دست بچه 5 سال 6 سالشون رو گرفتن، دختر بچه 5 سالشون رو گرفتن آوردن داخل سالن سینما، کنارشون نشسته این فیلمو دیده. کی مسئوله؟ کی باید جلوگیری کنه از این اتفاق؟ البته که آخرش فهمیدن والدین همین بچه مقصرن تو این مورد خاص، چون بابا بهش میگفت من دیگه تو رو سینما نمیارم، اذیتمون کردیم. بچه که خیلی با فرهنگ‌تر از خیلی‌ها، بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزنه فیلمشو نگاه کرد، ما مزاحم هیچ کس هم نشد، یه کلمه و آخر فیلم به بابای گفت من جیش دارم. حق داره دیگه، بچه 6 ساله آوردی دستشویی هم نکنه. توی که لیاقت این بچه رو نداری که ورش می‌داری میارش توی یک محیطی که اصلا براش مناسب نیست. یکی از تهیه کننده های فیلم رامبد جوان خفن خلاق، و الان که یادم اومد فهمیدم چرا بر بچه‌های استنداپ کمدی خندوانه که میبادن توی مسابقه شرکت میکردن بودن تو فیلم، بودن در این حد که مثلا ردشن اتو بگیراند بیان بگن سلام، برن بیان خداحافظی کنن، یا از پشت سر همراه کارکتر را بیان برن. اصلا خیلی عجیب بود. رضا پرستش هم به عنوان بدل مسی توی این فیلم حضور داشت که این هم به نوبه خودش جالب بود. یعنی چه خبره اونجا؟ اینا کیان دور بر خودت جمع کردی؟ بریم سراغ بخش خوندن نظرات بامزه مردم. با سلام، سلام علیکم. این فیلم هیچ صحنه خاصی نداشت. نمیدونم چرا گفتن زیر 15 سال نگاه نکنن. عزیزم، ما در سینمای ایران فیلم صحنه دار نداریم هیچ وقت. لفظ بدی به کار برده میشه یا محتوا جوریه که مناسب نیست برای رده سنی زیر 15 سال، اگرچه که یه صحنه داشت این فیلم که خداییش من نمیدونم چطور بهش مجوز دادن، نمیتونم هم تشریحش کنم، اما یه خورده باعث شرمندگی حتی من هم شد، یعنی من هم یه خورده شرمسار شدم از دیدن این صحنه. فکر کنم که اونایی که دیدن میدونن دارم کدوم صحنه رو میگم. این فیلم زیر نظر، نه اینو نمیتونم بخونم. عالی بود، از اول فیلم تا آخر فیلم خندیدیم، فیلم خیلی خوبی بود. این حجم از نظرات منفی بسیار مشکوک است. آره منم مشکوکم، به آمریکا مشکوکم. من نمیدونم چرا ما فکر میکنیم اون نظری که ما میدیم درسته. مشکوکه مثلا چرا؟ سیاسی هم مشکوکه. بدترین فیلمی که دیدم همش توی خونه است. خب اینکه همش توی خونه است اصلا معیار نیست که فیلم بدی هم باشه. اصلا ربطی نداره که فیلم هست توی یه دونه اتاق، فیلم هست توی یه دونه باجه تلفن، فیلم های درخشان، فیلم های خوب، ربطی به لوکیشن نداره. من امشب فیلمو دیدم و به عنوان یه فیلم خنده‌دار و مفرح راضی بودم. این همه نظر منفی واقعا عجیبه. ما توقعمون خندیدن بود که راضی بودیم. اتفاقا فیلمی که میخواد فقط بخندونه اوکی، هیچ مشکلی هم نداره، من حرف خیلی خاصی هم نمیخوام بزنم، حله. اما خیلی سالونی که من توش فیلمو دیدم صدای خنده توش منتشر نشد و نظرات مردمی هم بیشتر منفیه تا مثبت، خیلی بیشتر منفیه تا مثبت. فیلمی که امیر جعفری توش بازی کنه مشخصه که ارزش دیدن نداره. امیر جعفری خیلی بازیگر خوبیه. من نمیفهمم این نظر از کجا میاد و طبق چه معیاری شما این حرفو میزنید. یعنی با خود اون آدم مشکل دارین، خوشتون نمیاد ازش، فیلمی که امیر جعفری، یه خورده نظراتمون نظرات منطقی تری باشه در مورد فیلم ها. اینجوری کلیگویی عجیب و غریب من واقعا نمیفهممش. خدایی صداش بلنده، میگم که ولی حال میده. حالا فیلم زیر نظر رو ببینیم یا نه؟ اگه طرفدار، به خدا اینو از روی قصد و نیت نمیگم، واقعا میگم، اگه طرفدار دیدن فیلم هایی هستین که تویش دیالوگ های جنسی زیاد مطرح میشه، این فیلم میتونه شاید فیلم مناسبی براتون باشه. اما اگه دنبال یک فیلمی هستین که قصه منطقی هم داشته باشه، فکر کنم خیلی ناراحت از سینما بیاد بیرون. بنابراین اگر دنبال دیدن یک فیلم کمدی خیلی خیلی با مزه هیجان انگیز غافلگیر کننده هستید، فکر نمی کنم فیلم زیر نظر شما رو راضی نگه داره. ممنون که همراه ما بودید. حتما کامنت بذارید، کامنت ها رو میخونم.
لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، از ما حمایت بکنید. اگه میخواید بقیه ویدیوها رو هم ببینید، سعی می‌کنیم که تولیدمون رو بیشتر کنیم، سریع و تون تون هی بهتون فیلم پیشنهاد بدیم که ببینید یا نه، کمکتون کنیم، راهنماییتون کنیم توی ویدیوهای هول و هوش 10 دقیقه کوتاه دیگه. 10 دقیقه فیلم می‌بینیم، مثلا تصمیم می‌گیری یه سریال که هر قسمتش 60 دقیقه است رو ببینی یا نه، یا تصمیم می‌گیری یه فیلم سینمایی رو که هم باید هزینه بکنی هم حدود 2 ساعته رو بری تماشا بکنی همراه خانواده یا نه.